از روز اولی که با قدساده رفتم به رادیو تلویزیون یه مشکلی تو رادیو تلویزیون وجود داشت و اون اینکه یه آقایی می اومد اومده بود و توی راهروی جلوی در اتاقی که قدساده توش نشسته بود که قبلا کسی دیگه یه معاون سیاسی بزد رادیو تلویزیون درش میشست اونجا جانمازشو مینداخت و نماز میخوند در بقیه مدت هم بذاری کنارتر میکشید خودشو و یه نوشته هایی داشت اونا رو میخوند. این یواش یواش جدی تا یه موقعی که قدساده عصبانی بود از یه ماجرای دیگه ای که اتفاق افتاده بود و عملا به فاصله 24 ساعت روابطش با آقای عرض میکنم که به یاد بیارم بذار مشکل شده این اسمای قدیمی آقای مشتهد که مشتهد شبستری از تبریز اومده بودن و از همون روز اول همراه آقا قدساده بود در همه لحظات و روز دوم یا سوم بود که این پاره شد به معنی اینکه با صدای بلند قدساده گفتش که آقا نمی کنم برید بگید نمی کنم فلان اینا معلوم شد که با تا اون موقع احترام نگه داشته بود ولی دیگه مثل اینکه نمی شد دیگه به هر حال وقتی که این سر صدا پا شد بعد قدس یه مقدار تندروی شدید در حد روشهای های میدون به این کسی هم که تو راه رو نشسته بود کرد که چرا اومدی اینجا راه گرفتی چرا تظاهر میکنی نماز میخوای بخونی برو نمازخونه داره تو نمازخونه بخون یعنی چی این تا... چیزا مملکت رو بدبخت میکنه از این حرفا و این هم باز بالا گرفت و ما شروع کردیم پرسجو کردن که این آدم کیه که این کار میکنه معلوم شد که یک بنده خدا معلمی است که او اومده و یه فهرست داره که لاغت سالها روش کار کرده راجع به تمام کتابهای های کلن دبستان و دبیرستان همه کتاب یعنی فیزیک و همه کتاب و توی این کتاب ها تونسته یک برنامه درست بکنه که هر آنچه که مربوط به رژیم رژیم پادشاهی هست و فلان اینا توش پارشه یا شه و حتی کلمه و میتونید حدس بزنید که این خیلی کار مشکل پربرگیه فکر کنم بیستی هزار برگ بود ایشون برای این بود به همین جهت از روز اول میگفت به من وقت بدین برم تو تلویزیون بچه ها میرن پس از مدرسه و دوره همون مزخرفات دستشون میگیره و چوچه این بحث ادامه داشت اونجا برای اطلاعات رو از میکنم که این شخص بعدا رئیس جمهور کشور شد دوم رئیس جمهور کشور و در اون زمان ما شناختی نداشتیم از ایشون رجایی میگیدیم آقای رجایی بود بله آقای رجایی در همون زمان ها یعنی مثلا سه روز بعدش لابد به دلیل همین آشنایی شد معاون وزارت آموزش و و از همون جای این برنامه ها رو درست کرد یعنی میخوام اینو عرض کنم خدمتتون جناب اردالی این که کجاهای کتاب ها رو پاره کنند و اینا این دست به دست میگشت و درست فرمایش شما در اون زمان آقای دکتر اسمام شروع کرده برموشی به دیگرم حزب جبه ملی در اون زمان در حیات دولت نبودن در بسیاری از موارد دیگه این جاهایی که خاطرهای نزدیک رو به یاد می به نظر هم یه اختلافاتی یه نکته این مهم هست واقعا اشاره کردن با آقای رجایی من با آقای رجایی در زندان بودم با آقای معتلف اینا من با همه اینا در زندان بودم دیگه ببینید بخشی از اینها ایشون راست میگه آقای بنود بخشی از اینها آماده کرده بودن خودشون رو. اینها ببینید اینها کتابای درسی رو مطالعه کرده بودن اینها حالا سینما نمی رفتن ولی به سبک آقایون علما اینا به خودشون میگن علما آخونده دیگه از به صلاح چی میگن راوی صادق می مثلا مثلا بقاله ای که آقای متحری بهش علیه فیلم محلل کریمی نصرت کریمی قبل از انقلاب خودش که فیلم رو بود که روایت یعنی خودش گفته روایت کرده بودن که بله این سیغه رو به صلاح نه آره دیگه سه طلاقه بعدش باید یه نفر محلل بشه تا اون ازدواج کنه یکی از قواعد شهر حالا اونو مثلا به تمسخر کشید اینها اینا ببینین اینا واقعا شما باید میدیدینشون من چون باشون زندگی کردم در زندان اینا ببینین ما تلویزیونی که نگاه میکردیم کانال دو فیلم های اینگمار برگمان نشون میدن فیلم های بسیار پیشرفت و خوب و یه بزر... کارگردان خلاق بزرگه اینا ببینین اینا باید میدیدین که چگونه به ما نگاه میکردن نه که میگم ما حالا آدم خوبی بودیم مترقی بودیم اینا ما هم خیلی عقب های خاص خودمون داشتیم مرادم این بود که اینا اصلا این فرهنگ متنفر بودن اینا کتاب های درسی رو مطالعه کرده بودن که چیا با دستش بیاد بیرون آماده داشتن سینما چه بلایی باید سرش بیارن آماده داشتن بنابراین ما این در واقع در بحث چگونه انقلاب اسلامی شد من اون اول صحبت عرض کردم شاید نبودن دوستان عرض کردم در انقلاب های دیگه فرهنگ نقش فرعی داشته عوامل اقتصاد سیاسی طبقاتی نمیدونم لایه گوناگون جامعه کشورهای خارجی چه چه همه عواملی که میگیم در واقع معلفه های اصلی بودن و شکل انقلاب رو هم تعیین کردن در انقلاب آمریکا فرانسه در ایران من عرض کردم اون اول اون زیست همزمان عناصر ناهمزمان همزمان و بعد این چالش بین سنت و مدرنیته که در فرهنگ متجلی شد نقش بسیار نمیگم بسیار نقشش خیلی پررنگ بود پررنگتر از هر انقلاب دیگه که بخواد دربارش بحث کنیم شکل داد به انقلاب چه حالا چرا تونست شکل بده به خاطر اون که اون پایگاه اصلی انقلاب پایگاه های اصلی انقلاب بازار بخش از میان درآمد ها و زحمت کشان شهری آندر کلاس اینها در واقع دور از اون تحولات مخالف اون تحولات بودند و در موضع فرهنگی داشتن ببینین واقعا چالش فرهنگی داشتن ما این این چرا مهمه برای که امروز هم در جامعه ما این چالش فرهنگی ادامه داره ما باید عناصرش بشناسیم مؤلفه‌هاش رو بیاریم بیرون این البته حالا در تاریخ بله جزئیات میشه بحث کرد فلان کس فلان موضع گرفت فلان کس چیز کرد این اون یکی کرد این سند اینه میگه این سند ما داریم راجب به کالبد اصلی داستان صحبت میکنیم و این کالبد اصلی رو بحث میکنیم بعدم توجه بکنیم که روحانیت رهبر بلا منازع انقلاب شد از 56 به بعد قبلش نبود قبلش همه گروه های سیاسی وجود داشتن در حد خودشون هم حالا یکی بیشتر یکی کمتر در لایه های از جامعه موثر بودند اما داستان اینه که با ورود زحمتکشان شهری آندر کلاس و اعتلاف بازار بخشی از میان درامت ها و این زحمتکشان شهری داستان تغییر کرد یعنی اون هر چیزی که ما راجع به مبارزات قبل از 56 میبینیم همه دوچار تحول شدن، دگرگون شدن.